در آزمایشگاه معمولا نیاز به توزین نمونه هایی داریم که در حد چند ده گرم، چند گرم یا کسری از گرم هست. ترازوها با دقت ها و حساسیت های مختلفی موجود هستند که بسته به دقت مورد نیاز از نوع مناسب استفاده می کنیم. معمولا دقت های مرسوم موجود در آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی بین 0.1 گرم تا 0.01 گرم هست. خب با افزایش دقت و حساسیت دستگاه قیمت اون هم به تبع افزایش پیدا میکنه. شاید امروز قیمتی بین 3 میلیون تا 50 میلیون تومان داشته باشن ترازوها، بسته به دقت و حساسیتی که دارند. و ترازوها نیاز به دقت، محافظت و شرایط کاری ویژه‌ای دارند، به ویژه زمانی که حساسیت اونها افزایش پیدا میکنه. برای ترازوهای 0.01 هزارم یا ترازوهای 0.05 نیازه که محیط کاری بدون جریان باد رو در نظر بگیریم. معمولا اونها رو در یک اتاقک های خاصی میذارن تا جریان باد نتونه در توزین خطا ایجاد بکنه. در رابطه با ترازوهای مختلف باید به دو گزینه مهم دقت بشه. اول اینکه ماکسیموم وزنی که برای ترازو قابل تحمله چقدر. مثلا در ترازوی سمت راستی بیشین وزن قابل تحمل برای ترازو 500 گرم ذکر شده. بنابراین باید توجه بشه که ظرف به همراه نمونه درون اون بیش از 500 گرم نشن. یعنی اگه مثلا بشر خالیمون 150 گرم هست و قرار پودری رو توزین بکنیم توسط این بشر شیشه‌ای، باید بیشین مقدار پودری که داخل این بشر می‌ریزیم بیش از 350 گرم نشه که در مجموع این ترازو میتونه 500 گرم رو تحمل کنه. و نکته دیگه که باید دقت بشه در ترازوها، دقت اندازه‌گیریش هست. خب در خصوص این ترازو دقت 0.01 گرم، به عبارت این ترازو یک ترازوی 0.02 هست و میتونه با چنین حساسیتی وزن نمونه ها رو به ما نشون بده. ترازوهای آنالیتیکال و حساس از هر نوعی که باشن در تعدادی اجزا اشتراکاتی با هم دارن. مثلا دکمه روشن خاموش که یا در دسترس، یعنی روی صفحه اصلی دستگاه است، یا کنار سمت راست یا چپ یا پشت دستگاه واقع شده. دکمه تیر یا پارسنگ رو داریم، چیزی که با فلش قرمز رنگ در اینجا مشخص شده. برای مثال در حالتی که گفتیم قرار 350 گرم ماکسیموم پودر رو توزین کنیم، میتونیم بشر شیشه‌ای رو روی ترازو بذاریم و با زدن دکمه تیر ترازو رو پارسنگ بکنیم، به اصطلاح صفر بکنیم، وزن بشر رو حذف بکنیم و بعد ماکسیموم 350 گرم پودر خالص رو توسط ترازو توزیع کنیم. ترازوها دارای یک نشانگر تراز هستند که با فلش آبی مشخص شده. برای اینکه در سطح مورد نظر ترازو به حالت کاملا تراز قرار بگیره، میبایست این نشانگر در حالت تراز باشه، در حالت تنظیم خودش باشه. اگر این گونه نبود، باید با پیچهای پایه‌ای که در زیر ترازو هست به حالت تراز خودش در بیاد این نشانگر، که در این حالت قطره‌ای که در این نشانگر وجود داره در دایره مرکزی باید قرار بگیره. خب یک محفظه
کشویی شفاف که معمولاً پلاستیکیه روی ترازوهای حساس به ویژه قرار میگیره، معمولاً ترازوهای 3-0، 4-0 و 5-0 این گونه هستند، برای اینکه جریان هوا نتونه خطایی در توزیع ایجاد بکنه.